ما هدفمون این بود که مردم به آزادی برسن، به استقلال برسن، به عدالت اجتماعی برسن. متاسفانه اونچه که الان اصلا پیدا نمیشه عدالت اجتماعی. خانمون رو بمبگذاری کرده بود چیز سواک و خانومم و فرزندانم خونه مادرشون بودن. من هم که اون روز خیلی سرم گرم بود شبا توی دفترش میخوند. ولی هر دو بعد مخفی شدیم به دلیل اینکه من اون نشریه پنهانی جبهه ملی رو در می آوردم، خبرنامه جبهه ملی. به من گفتن تو هم باید که مخفی بشی. بچه ها رو گذاشته بودیم منزل مادر و خودمون مشغول فعالیت بودیم که چیز بهتری بسازیم که متاسفانه نشد. سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه تلویزیون ایران من. گفتگوی امشبمون رو در ارتباط با وقایع سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای انجام خواهیم داد و یادآوری خواهیم کرد در ارتباط با این 30 سالی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شکل‌های مختلفی رو به حرکت خودشون دادند. همونطور که میدونید این در واقع اسم قتل‌های زنجیره‌ای از سال 1377 که حدوداً یک سال بعد از ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی هست بر سر زبون‌ها افتاد. در اون سال در اول آذر ماه 1377 جنازه شادروان داریوش فروهر و خانمش خانم پروانه فروهر رو در منزلشون در فخرآباد تهران پیدا کردند که با ضربات چاقو این دو نفر که اتفاقا خانم فروهر در اون ایام بیمار هم بود خونین و مالین پیدا کردند بعد از یکی دو روز که کشته شده بودند. دو هفته بعدش در روزهای بین 12 تا 18 آذر جنازه دو نویسنده و مترجم معروف دیگر ایران محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هم پیدا شد و در همون زمان بلافاصله در واقع شایعاتی در سطح شهر پیچید و تقریبا همه مطمئن بودند که این اقداماتی است که وزارت اطلاعات در آستانه در واقع ریاست جمهوری خاتمی انجام میده. آقای خاتمی بلافاصله بعد از این جریانات خودش یک هیئت ویژه‌ای رو تعیین کرد که اون هیئت ویژه قرار شد که رسیدگی بکنند و بر اساس اطلاعاتی که بعداً منتشر شد این گروه که اتفاقا نماینده‌های آقای خاتمی بودن در وزارت اطلاعات به فاصله کمی بعد از این آغاز مأموریت خودشون برای تحقیق متوجه شدند که تعدادی از مسئولین خود وزارت اطلاعات امنیت جمهوری اسلامی از جمله یکی از معاونین اون وزارتخونه به اسم سعید امامی در این واقعه دست داشته و در این برنامه‌ریزی شرکت کردند. واقعیت این استش که از آغاز جمهوری اسلامی در همون سالهای اول در دهه 60 در ایران که آقای خمینی هم در واقع به عنوان سربازان گمنام امام زمان از اینها نام برد، یک گروهی از مسئولین ساواک زمان شاه به جمهوری اسلامی پیوسته بودند و تحت فشاری که در واقع بودند و بازداشت که بودند اینها قول همکاری دادند و مؤسسه رو به وجود آوردن به اسم سازمان امنیت و اطلاعات کشور، درست مثل همون سازمان اطلاعات امنیت زمان شاه که ساواک معروف بود، ولی بعدن این تبدیل شد به سازمان امنیت و اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که همون ساواما نامگذاری شد.
و کار اطلاعاتی و امنیتی رو در جمهوری اسلامی انجام میداد. در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی اینها سرمایه‌گذاری خیلی کلانی رو در این بخش انجام دادند و کسانی رو برای در واقع یادگیری شیوه های مختلف بازجویی، شکنجه و غیره به خارج فرستادند. تجهیزاتی رو تهیه کردن برای این وزارتخونه و به هر حال یک مؤسسه خیلی عریض و طویلی به وجود آمد که از همون اول، از همون دوران اول در واقع نخست وزیری آقای موسوی روایت هست که آقای خمینی به ایشون گفته بوده که تمام وزارتخونه ها رو خودت میتونی تعیین کنی ولی وزیر اطلاعات رو من تعیین میکنم. و تا پایان در واقع فوت آیت الله خمینی هم ایشون وزرای اطلاعات رو خودش شخصا انتخاب میکرد. در دوره آقای خامنه‌ای هم همین رسم ادامه پیدا کرده بود. در آستانه ریاست جمهوری آقای خاتمی وزیر اطلاعات قبلی به اسم علی فلاحیان نامش در چندین پرونده ترور در اروپا از جمله ترور میکونوس شنیده شده بود و از طرف دادگاه‌های آلمان ایشون تحت تعقیب هست و تحت تعقیب بود در اون زمان. بنابراین وقتی که خاتمی به سر کار اومد آقای دوری نجف آبادی به عنوان وزیر اطلاعات منصوب شد، ولی در ساختار وزارت اطلاعات تغییری به وجود نیامد تا موقعی که این قضیه قطعهای زنجیری مطرح شد و اون کمیته سه نفری که خاتمی درست کرده بود تحقیقاتشون رو منتشر کردن. همطور که میدونید اون فردی که به نام سعید امامی به عنوان معاون فلاحیان و بعداً معاون دوری نجف آبادی مسئول این قتل‌ها اعلام شد در زندان گفتند که خودکشی کرده و بعد یک سری نوارهای ویدیویی هم از شکنجه کردن همسر این سعید امامی منتشر شد، ولی در نهایت وزارت اطلاعات رو در همون لحظه آقای خاتمی تغییر داد و از طرف خودش کسی به آقای به نام یونسی مسئول وزارت اطلاعات ایران شد. در دوره 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی شکل وزارت اطلاعات عوض شد و تبدیل شد به بیشتر یک حالت در واقع همون حالت جمع‌آوری اطلاعات و کار امنیتی به اون شکل منتقل شد به خود سپاه و زیر نظر مستقیم آقای خامنه‌ای قرار گرفت. در جریانات اخیر هم در این 4 سال دوره آقای احمدی نژاد و وقایع بعد از انتخابات هم شاهد بودید که بار دیگر عدم در واقع کفایت وزارت اطلاعات نسبت به اون اعتمادی که خامنه‌ای بهشون داشت و انتظاری که داشت برآورده نشد و به نظر میاد که بیشتر فشار خامنه‌ای و دولت احمدی نژاد الان بر این هستش که اینها جریانات اطلاعاتی موازی خودشون رو در سپاه به وجود آوردن و اخیراً هم تعداد زیادی از این سران وزارت اطلاعات رو منتقل کردن به همون شعبه اطلاعات امنیت سپاه که کاملاً خارج از حیطه اختیارات دولت باشه و در واقع بیشتر کارهای زندان و شکنجه و بازجویی ها رو از اون طریق انجام میدن نه از طریق وزارت اطلاعات. ولی این روزها همزمان هست با تقریباً 11 سالگرد کشته شدن داریوش فروهر، پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و 2 نفر دیگه که در همون زمان جنازه هاشون در جاهای مختلف پیدا شد، از جمله نوه دکتر محمد مصدق هم جزو کشته شدگان همون زمان هست ولی نامش جای زیادی مطرح نشده. Thank you.